من 19 خرداد سال 1328 در تهران متولد شدم، در خانواده‌ای که پدرم اعتقادات مذهبی خیلی شدید داشت، قرآن رو به طور کامل از حفظ بود، و مادرم هم در این حال که او هم در یه خانواده مذهبی به دنیا آمده بود ولی علاقه زیادی به ادبیات، شعر و هنر داشت. از 6 سالگی رفتم مدرسه و ناظم اون مدرسه که خدا بیامرزتش این بنده خدا هم تقریبا هر روز یه ترکه‌ای رو تو دست من میزد. و خب وقتی هم که تصمیم گرفته من از دبیرستان دیگه بیام بیرون و برم به هنرستان موسیقی، این مرد گریه میکرد. که وقتی مادرم پرسید که برای چی شما گریه میکنید که بچه شیطون شروری بود اینجا تو مدرسه همیشه شما باهاش مشکل داشتین، گفتش که این بچه درسته که خیلی شیطون بود و خیلی ما رو اذیت میکرد، من مجبور بودم دعواش بکنم، ولی تو این بچه یک استعدادی هست که من حیفم میاد که درس و تحصیل رو رها بکنه و بره به جایی که نمیدونیم عاقبت چه خواهد شد. ماجرای رفتن من به هنرستان موسیقی هم این بود که خب طبیعتاً در یه خانواده مذهبی که پدر یک چنین نگاه مذهبی خیلی تندی داره، خب کار عجیبی به نظر میاد. ولی بعداً من فهمیدم که چرا پدر من رضایت داد که من برم هنرستان موسیقی. کنار ما یه همسایه‌ای بود است که ایشون آهنگساز رادیو بود. رادیو که روشن میشد، هر وقت که یه قطعه از رادیو پخش میشد، بعد که تموم میشده من ظاهرا مینشستم تو پله های خونمون و شروع میکردم همون آهنگ رو خوندن از همون نقطه‌ای که اون خواننده خونده بوده میخوندم. و برای استاد عزیزی که به هر حال باعث شد من برم هنرستان موسیقی، مصطفی کسروی که همسایه ما بود، گفت برای من جای تعجب داشت، چطور ممکنه بچه‌ای که یه بار یه قطعه رو میشنوه اونو از رادیو بتونه بلافاصله کاملش رو تکرار کنه. این بود که میاد با پدر من صحبت میکنه و در واقع با دلایلی که میاره ایشون رو قانع میکنه به اینکه منو ببره هنرستان موسیقی و ثبت نام کنه. نزدیک خونه ما یک جایی بود به اسم کافه شهرداری، توش انواع اقسام وسایل بازی بود، خیمه شب بازی بود، شبا فیلم نشون میدادن، جای جالبی بود برای خانواده ها، خیلی جای خوبی بود. من به اضافه دو سه تا از بچه محلیامون هر شب در واقع کارمون رفتن به این کافه شهرداری بود. اون چی که بیش از همه منو جذب میکرد، یکی اون خیمه شب بازیه بود، یکی شبا که فیلم نشون میدادن تو فضای باز. خیمه شب بازیه برام خیلی جالب بود چون آهنگایی که اجرا میکردن آهنگایی بود که خیلی به دل من مینشست. بسو یه نوازنده کمانچه‌ای هم بود اونجا، کمانچه میزد، لذت میبرد از صدای این ساز، واقعا لذت میبردم. و شاید صدای همین ساز و لذتی که من از نوازندگی اون کمانچه بردم این است که در بسیاری آثاری که بعدها نوشتم کمانچه یه نقش اساسی بازی میکنه. پدرم به این شرط موافقت کرد من برم هنرستان موسیقی که برم ویولون بزنم. منم دلیلش رو اصلا نمیدونستم و واسه من که فرق نمی کنه مثلا نمیدونستم چی این سازا، چون اون زمانم در هنرستان رسم بر این بود که کسی که میخواست بیاد ثبت نام بکنه
علاوه بر اینکه گوشش رو امتحان میکردن که گوش موسیقی داره یا نداره، انگشتا، قدش، دستش، لبها و تمام فیزیک این شخص رو بررسی میکردن که ببینن مناسب چه سازی است. که خب در اون جوری که انجام شد و نگاهی که کردن اینا، به من گفتن که شما باید بری پیکولو بزنی. من موقعی که رفتم سر کلاس، خب یه سازی به من دادن که تقریبا این اندازه قدش بود و یه دونه کلید هم این تهش داشت، کلید چوبی هم بود، جلدم نداشت. اینو دادن دست من و خب معلممونم خیلی تلاش کرد که من صدای این سازو در بیارم. بالاخره اینقدر فوت کردم تا صداش در اومد. البته روز اولم سرگیجه گرفتم چون خیلی فوت میکردم، چون نمی‌دونستم چیکار باید بکنم. اینو میذاشتم تو جیب کتم، از کلاس میادم بیرون، تو هنرستان دوباره با بچه ها دنبال هم بدویم و بازی بکنیم و کشتی بگیریم و اینا. هر روز اون یه دونه کلیده کنده میشد و هر روز من تو در واقع تعمیرگاه هنرستان بودم که این سازو تعمیرش کنه، این یه دونه کلیده رو داره بچسبونن به اون. اینو وصل میکردم، باز فردا همین برمه، فرداش همین برمه و این تکرار شد. انقدر تکرار شد و تو سال اول من چیزی از این پیکولو نفهمیدم. اینجوری با ساز سالمی نداشتم که بتونم اینو بزنم و ببینم که واقعا چجوری هست. این بود که برای اینکه بتونم ویولون بزنم، سال بعدش گفتم میرم هنرستان ملی. که خب از اونجا اومدم بیرون و رفتم هنرستان موسیقی ملی. که اونجا هم کلی به من صحبت کردن که خب اون هنرستان عالی چی میزدی؟ گفتم پیکولو. و بعد شروع کردن توضیح دادن که این ساز چقدر خوبه و حالا پیکولو که نه، حالا فلوت اگر بزنی مثلا چه خواهد شد، نوازنده بسیار کمه تو کشور، نیاز خیلی زیاده به این ساز. بالاخره گفتیم باش، من بیان هم فلوت بزنم. جالب این بود که حالا من به عنوان هنرجوی هنرستان که قرار سازش فلوت باشه ثبت نام کردم، نه معلمی داشتم، نه سازی داشتم، نه نوتی، هیچی وجود نداشت. آقای دهلوی که واقعا استاد برجسته هستن و مدیر فوق العاده خوب، خدا حفظشون کنه، ایشون گفتن که خب چون جو هنرستان موسیقی ملی هم هست، حالا تا زمانی که فلوت تهیه بشه، معلم واسش بیاریم، کتاب پیدا بشه واسه این ساز، شما بیا یه ساز دیگه هم بزن. که خب قرار شد من سنتور بزنم. به این ترتیب در واقع اولین هنرجوی هنرستان بودم که دو تا ساز تخصصی پیدا کرد، فلوت ساز غربی، سنتور ساز ایرانی. و شاید همین این قضیه باعث شد که من بزرگترین شانس زندگی هنریمو بیارم که بتونم با دو تا فرهنگ موسیقی همزمان با هم آشنا بشم. بعد از مدتی خب آقای نراقی رو از ارکستر گلها دعوت کردن که ایشون بیاد معلم من باشه برای فلوت. من که ساز نداشتم، فقط ایشون هفته یه بار میامد نیم ساعت سرابی برای من ساز میزد، من لذت میبردم از صدای زیبای فلوت، لذت میبردم. کلاس تموم میشد ایشون میرفت منزل و من میرفتم دنبال بازی. ولی سنتور به طور جدی شروع شد. ابتدا هم با مرحوم صفت، داریوش صفت شروع کردم که سال بعدش دیگه رفتم خدمت خانم عرفه اطرایی و تا دیپلم هم نزد ایشون موندم. که چه معلم واقعا فداکار انسان و چقدر خوب، چقدر خوب، یعنی جوری آموزش میداد ایشون که من لذت میبردم از اون چی که یاد میگیرم. واسه همینم برای تمرین سنتور، چون تو خونه مشکل داشتم، تو خیابون، تو کوچه، تو اتوبوس، هر جا که بودم اینا رو میخوندم با خودم، در واقع ذهنی تمرین میکردم بدون که با روساز بزنم، ولی میرفتم سر کلا روساز میزدم. کلاس فلوت من به این شکل رفت جلو تا تقریبا اواخر سال تحصیلی که یکی از دوستان آقای نراقی قرار بود از انگلستان بیاد و یه فلوتم برام بیاره. که خب
دربند در بهار سال تحصیلی بود که سال بعد یعنی که اون فلوت به دست ما رسید و اونم جعبه نداشت طبق معمول که دادیم به نجاره یه جعبه درست کردم واسه جعبه خیلی عجیب و غریب. خب حالا نوت نداریم، نوت رو هم که قرار شد هر کس از موسیقیدانا که میره خارج کشور برمیگرده یک کتابچه یه چیزی واسه من برداره بیاره، که به این ترتیب اولین نوتا رو هم ما پیدا کردیم که وقتی که حالا من صاحب فلوت شدم در سال تحصیلی بعدش، استاد دهلوی آقای منوچهر منشیزاده رو که فلوت اول ارکستر سمفونیک تهران بود و افسر ارتش هم بود، فرمانده موزیکی تو ارتش بود، ایشون رو آوردن به عنوان معلم فلوت. خب ایشون معلم بسیار سختگیر، منضبط و خب نوت‌هایی هم ایشون داشت که خب اونا رو میداد به من که من تمرین بکنم و همین سختگیری ها باعث شد که من علاقه عجیبی به این ساز پیدا کردم و طوری که احساس میکردم که روز به روز دارم چیزای تازه یاد میگیرم و آتشم برای اینکه بیشتر یاد بگیرم زیادتر میشد. ایشون تا پایان دوره هنرستانی معلم من بودند، ضمن اینکه خود من هم در طول حالا دوره هنرستان به نتیجه رسیده بودم که باید یه چیزایی رو خودم هم کشف بکنم. تمرینای ویژه‌ای رو برای خودم ابداع کرده بودم که روزها ساعت‌های مختلف من اینا رو تمرین می‌کردم بدون اینکه معلمم خبر داشته باشه من چیکار دارم می‌کنم، که این تمرین‌ها باعث می‌شد که هر جلسه که من می‌رفتم سر کلاس آقای منشیزاده می‌گفت صدای ساز چقدر بهتر شده. و کتاب‌هایی که ما تونستیم در سال‌های آخر هنرستان از خارج دریافت بکنیم که بیاد، یه مجموعه سجلدی کتاب بود که نشون داد ویرتوزن اتود، یعنی اتودایی که مال ویرتوزاست، یعنی کسانی که دیگه به بالاترین حد نوازندگی میرسن این کتاب رو مثلا باید بزنن. سه تا کتاب که واقعا هر کدوم از تمریناش میتونم به جرئت بگم که شاید مثلا 5 و 6 ماه وقت لازم داشت که کسی بتونه اینها رو تمیز اجرا کنه. و من به لحاظ تکنیکی جوری شده بودم که اینا رو تقریبا هفته یه نشو کامل میکردم تحویل میدادم، که این باعث حیرت آقای منشیزاده شده بود و حیرت هیئت جوری که هر سال از ما امتحان میگرفتن و هر ترم اجازه امتحان میگرفتن و سلسا امتحان میگرفتن. در سنتور هم همینطور رفتیم جلو، ردیف رو کامل کردم و در واقع تا دیپلم آوردم جلو. با ارکستر آقای دهلوی یه دوبل کنسرتو رو ما اجرا کردیم برای دو تا سنتور و ارکستر، که سنتور اول چون من زدم و در قسمت فلوت علاوه که یک رسیتال کامل فلوت اجرا کردم یه قطعه با ارکستر زدم. حالا کنار اینا خب آقای دهلوی یک نگاه خاصی اصلا به آدم‌ها داشتند. ایشون پیدا می‌کرد که مثلا تو وجود هر کسی چه چیزی نهفته است، ایشون برای مثلا چه کاری بهتره. ما کلاس دهم بودیم، ایشون به ما پیشنهاد کرد که من می‌خوام اینجا از حسین تهرانی دعوت بکنم که بیاد اینجا کلاس تنبک بذاره. بنابراین 4 نفر رو انتخاب کردیشون که ما بریم سر کلاس تنبک، که یکیش هم من بودم، که هر 4 نفر ما میتونم بگم امروزه جز بهترین های موسیقی مملکت بوده و هستن. یکیش علی رهبری بود که الان به عنوان یه رهبر بین المللی شناخته میشه، اسماعیل تهرانی بود که الان ایشون دیگه یکی از بهترین آهنگسازهای ما و رهبر ارکستر، اسماعیل واسقی بود که ایشون هم نوازنده درجه 1 و برجسته سنتوره. ما 4 نفر رفتیم سر کلاس مرحوم حسین تهرانی. ایشون که آمد خب ما بلند شدیم ایستادیم در برابر استاد و گفتن که بشینید و ما سازم بغلمون گرفته بودیم، گفت بذارین زمین. گفتش که یادتون باشه
شما قبل از اینکه دست به ساز بزنید باید انسان باشید. خب موقع ما زیاد نفهمیدیم ایشون چی گفت، ولی هرچه اومدیم جلوتر سنمون بیشتر شد فهمیدیم چه درسی این مرد به ما داد. یک سال هم در خدمت ایشون بودیم که سال بعد ایشون شاگرد خودش رو آقای محمد اسماعیلی رو، استاد محمد اسماعیلی رو به جای خودشون آوردن هنرستان، که از اون به بعد ما دیگه با استاد اسماعیلی تمرین کردیم و به اتفاق ایشون گروه کوبه‌ای تشکیل دادیم و کنسرت‌های فراوانی که از اون به بعد در سال‌های بعد ما با هم اجرا کردیم. در کنار حالا سنتور، فلوت و تنبک، از کلاس دهم ما ناچار بودیم که پیانو رو هم به عنوان ساز اجباری یاد بگیریم. خب ما سازم شروع کردیم. 4 تا ساز کنار هم، تنها سازی رو که من می‌تونستم دستم بگیرم و تو عیاد را برم و بزنم فلوت بود. که خوب یادمه صبح ساعت 5:30 صبح من می‌رفتم هنرستان، دستم می‌ذاشتم رو زنگ. بنده خدا مشدلی داشتیم، ایشون خوابالود پا می‌شد می‌اومد در رو وا می‌کرد، کلی هم بد و بیرا به من می‌گفت. من می‌دویدم علای دستش، می‌دویدم می‌آمدم تو هنرستان ساز رو وا می‌کردم، شروع کردم به ساز از 6 صبح. هنرستان توی خیابون، اون زمان خیابون کاخ بهش میگفتن، منزل دکتر مصدق. من اونجوری میدویدم و برای ساز میزدم، این بنده خودم دنبال من، تا اینکه دیگه هوا روشن میشد و بقیه بچه ها میامدن و کلاس ها شروع میشد و وضعیت عادی میشد. شب هم دوره همین برنامه، انقدر ساز میزدن این هم دنبال من میکرد که من از هنرستان بنز بیرون، میدید فایده نداره. زنگ زد آقای دهلوی، ایشون هم بنده خدا ساعت مثلا 9 شب 9:30 شب تا موقع میامد هنرستان، گوش منو میگیره میده از هنرستان بیرون و در هنرستانی میبستن تو باز فردا صبح همین برنامه. اون موقع هنرستان موسیقی ملی برنامه هفتگی زنده داشت تو تلویزیون، تلویزیونی که الان شبکه 2ه، موقع همون یه دونه تلویزیون بود، تلویزیون ملی درست نشده بود. در هر هفته من یه ساز اونجا اجرا میکردم تو تلویزیون به طور زنده. یه دفعه فلوت میزدم با پیانو، یه دفعه سنتور میزدم، یه دفعه گروه تنبک میرفتیم، یه دفعه میرفتم مثلا با یکی دی اکومپایمان میکردم، هر دفعه خلاصه به یه شکلی. ضمن اینکه خب ما یه دفعه هم تو خود هنرستان کنسرت داشتیم، باعثی جلوی خود هنرجوها ساز میزدیم، بنابراین همش تو اجرا بوده، دائم تو تمرین و اجرا. که خوب اصلا این سیستمی بود که در واقع میتونم بگم که آدم با استعداد رو واقعا پرورش میداد، که الان این حالت ها دیگه وجود نداره اصلا. به این ترتیب ما فارغ التحصیل شدیم و از هنرستان موسیقی آمدیم بیرون و سال 1346 کنکور رشته موسیقی دانشگاه تهران رو قبول شدم، نفر دوم شدم و وارد گروه موسیقی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران شدم.